پیراشکی مثلثی. در توضیحش باید بگم بافت فوق‌العاده پنبه‌ای و نرمی داره و درست کردنش از چیزی که فکر می‌کنید خیلی آسان‌تره. پس بیا تا با همدیگه درستش کنیم. مواد لازم برای تهیه پیراشکی مثلثی: آرد 450 گرم، شکر 5 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، 2 عدد تخم مرغ کوچیک، کمی وانیل، 250 گرم شیر ولرم، 50 گرم کره نرم و 1 قاشق غذاخوری مایع خمیر. در ابتدای کار آرد، مایع خمیر و نمک رو با همدیگه ترکیب کرده و کنار بذارید. داخل ظرف جداگانه شیر ولرم، تخم مرغ‌ها و شکر رو با همدیگه مخلوط کنید. حالا مواد تخم مرغی رو به مواد آردی اضافه کرده و مخلوط کنید. وقتی که مواد به صورت خمیر شکل در اومد، کره نرم رو اضافه کنید و اول کره رو به خورد خمیر بدین و بعدم شروع به ورز دادن کنید. حدوداً 15 دقیقه خمیر رو خوب ورز بدین و به سطح کار بکوبید تا خمیر نرم و لطیفی حاصل بشه. شما هم میتونید خمیر رو وزن کنید و به 2 قسمت مساوی تقسیمش کرده و چونه کنید. داخل ظرف چرب شده قرارشون بدین و روشون رو بذارید و به مدت 1 الی 1.5 ساعت استراحت بدین تا زمانی که حجمشون 2 برابر بشه. بعد از استراحت پف اضافیشون رو گرفته و روی سطح کار با دست به صورت دایره‌ای بازشون کنید. و به همین صورت که می‌بینید به 8 قسمت مساوی تقسیم کنید. برای استراحت دوم روی نایلون چرب شده بچینید و روشون هم با نایلون بذارید و نیم ساعت استراحت بدین تا حجیم بشن. تو این فاصله داخل ماهیتابه مناسبی مقداری روغن بریزید طوری که خمیرها روی روغن شناور بمونه. با شعله ملایم اجازه بدین تا خوب داغ بشه و پیراشکی ها رو داخل روغن سرخ کنید. در حین سرخ شدن اگه خواستین 1 دست پف کنه، با قاشق از روغن داغ روی پیراشکی ها بریزید. یک طرفشون که کاملا سرخ شد برشون گردونی تا سمت دیگهشون هم کاملا طلایی بشه. حالا از روغن درشون بیارید و روی دستمال بذارید تا روغن اضافیشون گرفته بشه. مواد لازم برای تهیه کرم پیراشکی: 1 پیمانه شیر، 3 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت یا آرد سفید، 8 قاشق غذاخوری شکر و مقداری وانیل. روش تهیه کرم پیراشکی هم به این صورته که همه مواد رو داخل ماهیتابه مناسبی بریزید و روی شعله ملایم مدام هم بزنید تا مثل فرنی ببنده. وقتی به این صورت موادمون به غلظت رسید، شعله رو خاموش کرده و روی مواد رو بذارید تا کاملا خنک بشه. برای کرمدار کردن پیراشکی هم کافیه که با سر چاقو داخلش رو حفره ایجاد کنید و با کرمی که داخل قیف ریختید داخلشون رو پر کنید. در آخرم به سلیقه خودتون با شکلات ذوب شده یا پودر قند روشون رو تزیین کنید. نوش جان. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. اگه دوست داشتین ویدیوهای بیشتر و جدیدتری ببینید، کانالمون رو دنبال کنید.